بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و صبح خیلی خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و بتونیم ایام خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. با همین وجود هم سپاسگزارم که این دو روز تعطیلات آخر هفته رو اختصاص دادید برای یه برنامه علمی و فرهنگی. امیدوارم که وقت شریف شما ضایع نشه و بعد از این دو روز واقعا احساس کنید که برنامه برای شما مفید بوده. به حقیقتا همه تلاش رو کردم که جلسه به بهترین شکل برگزار بشه، ولی به هر حال ما انسانیم و محبوب به خطا. اگر این وقت نتونستم اونجوری که هست ادای وظیفه کنم، امیدوارم که بنده ببخشایید. همونجوری که میدونید عنوان برنامه ما هست بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، که عنوان دورمون هم گذاشتیم دوره برنامه‌ریزی و مدیریت زمان. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر رو من بیش از فکر می‌کنم 15 ساله که باش آشنا هستم و واقعا بیش از 15 بار این کتاب رو من با دقت تمام کلمه به کلمه خوندم و یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌هایی بوده که در زندگی خودم دیدم. خیلی کتاب ارزشمندی است. فروش میلیونی اون در سراسر دنیا و ترجمه اون به زبان‌های مختلف به بیش از 40 زبان در کشورهای مختلف نشون میده که کتاب واقعا کتاب ارزشمندیه. این کتاب رو به یاری خدا در این دو روز مسائل اصلیش رو من به شما میگم. من به خاطر رشته خودم و تعلق خاطری که دارم بیشتر به مباحث نظری و مبنایی میپردازم، کمتر دنبال تکنیک ها و مهارت ها میرم، ولی داخل کتاب تکنیک ها و مهارت های خیلی زیادی داره و خودتون بعداً مقید باشید که این کتاب رو با دقت تمام مطالعه بکنید و تکنیک هایی که گفته به کار ببندید که انشالله در زندگیتون بتونید ازش استفاده بکنید. خواهش میکنم که با دقت مطالعه بکنید و بیش از 10 بار با دقت کتاب رو بخونید. حتما مطالب در جان شما خواهد نشست و تأثیر خودش خواهد گذاشت و به مرور زمان خواهید دید که زندگی بسیار متفاوتی رو برای شما رقم خواهد زد. من یه خلاصه ای از زندگی استفان کاوی رو برای شما عرض میکنم و بعد به سراغ بحثمون بریم. استفان کاوی در سال 1932 در آمریکا به دنیا آمده و لیسانسشون رو در دانشگاه یوتا و فوق لیسانسشون رو در دانشگاه هاروارد و دکتراشون رو در دانشگاه یان گرفتن و بعداً هم البته 10 تا دکترای دیگه به صورت افتخاری به ایشون دادن و به عنوان یکی از 25 نفر آمریکایی تأثیرگذار از طرف مجله تایمز معرفی شدن. استفان کاوی هم نویسنده بود، هم تاجر، هم سخنران بود و هم یک مربی و معلم بزرگ. با اطمینان میشه او رو یکی از مربیان بزرگ قرن 20 و قرن 21 به حساب آورد. یعنی سخنان او با توجه به تأثیری که در سراسر دنیا داشته قطعاً در ساخته شدن قرن 21 تأثیرات خیلی فراوانی خواهد داشت. استفان کاوی خیلی زیاد تأثیر پیتر دراکر بودن و کتاب‌های ایشون رو خیلی زیاد مطالعه می‌کردن، از ایشون خیلی زیاد استفاده کردن و کتاب‌هایی که مربوط به خودیاری یعنی سلف هلپ بودن از اینها هم فراوان استفاده کردن و نهایتاً خودشون به یک تئوری منظم مرتب منسجم رسیدن که این تئوری رو در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر میشه دید. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر در سال 1989 نوشته شده، یعنی بعد از سالها مطالعه و تحقیق و خوندن صدها کتاب و رفتن به کلاس‌های مختلف این کتاب رو نوشتن و از همون زمانی که این کتاب نوشته شد جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا به حساب اومد و استقبالی که در سراسر دنیا از این کتاب شد واقعا حیرت‌آور بود. در این کتاب به زبان خیلی ساده اصول فکری خودش رو توضیح میده و همجور که خودش میگه این اصول فکری رو از خودش نساخته، این در همه مکاتب و مذاهب سراسر دنیا وجود داشته، فقط اونها رو استخراج کرده، طبقه بندی کرده، نظم و نظامی بهشون داده و به شکل یک ساختار منظم و مرتب اینا رو درآورده. چندین جلد کتاب ایشون نوشته که من اسم 17 تا از این کتاب‌ها رو برای شما عرض می‌کنم. تعدادی از این کتاب ها به زبان فارسی هم ترجمه شدن، تعدادی نشدن. اگر بین شما کسی هست که انگلیسیش خوبه و دوست داره به فارسی کتاب ترجمه کنه، میتونه بعضی از کتاب های ایشون رو که به فارسی ترجمه نشده دست بگیره و ترجمه کنه و قطعاً بازار خوبی این کتاب ها خواهند داشت. یک کتاب هفت عادت مردمان مؤثره که بیش از 10 تا ترجمه به زبان فارسی ازش وجود داره. دو، دفتر تمرین هفت عادت مردمان مؤثر ترجمه جناب آقای مهدی قراچه‌داغی.
سه، انسان‌های مؤثر، دو تا نقطه، مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول، باز ترجمه آقای قراچه‌داغی. چهار، هفت عادت خانواده‌های کامروا، یعنی همین مطلبی که برای عموم انسان‌ها نوشته، این رو هم به صورت خاص برای خانواده‌ها نوشته که اگر می‌خواید خانواده موفقی داشته باشید، اون هفت عادت اصلی که خانواده شما رو متحول می‌کنه چیا هستن؟ ترجمه شاهرخ حسینی و داوود محب‌علی. پنج، زندگی با هفت عادت، ترجمه آقای آلی یاسین. شش، اندیشه های روز مردمان مؤثر، باز ترجمه آقای آلی یاسین. هفت، آیین زندگی مردمان مؤثر، باز ترجمه آقای آلی یاسین. هشت، عادت هشتم، ترجمه آقای قراچه‌داغی. این کتاب عادت هشتم بعد از هفت عادت مردمان مؤثر به نظرم مهمترین کتاب ایشونه و حتما لطف کنید کتاب عادت هشتم رو تهیه کنید و با دقت تمام مطالعه بفرمایید. نو، هفت عادت نوجوانان موفق، همین کتاب رو با همین روش این دفعه برای تربیت نوجوانان نوشتن. ده، موفقیت در بحران، یعنی این که وقتی در زندگی دچار یک بحرانی میشیم و یک موقعیت دشواری سر راه ما قرار میگیره، چطور ما بتونیم با این موقعیت برخورد کنیم. 11، سرعت اعتماد. 12، ریشه های معنوی در روابط انسانی. 13، اصول رهبری متمرکز. 14، 6 مدل برای حل مشکلات زندگی. 15، قدرت رهبری، یعنی که چگونه والدین و مدرسه میتونن باعث رشد تعالی بچه ها بشن. 16، سومین جایگزین. و 17، 7 عادت بازاریابی شبکه های مؤثر. این 17 تا تعدادی از کتاب های استفان کاویه و البته بیش از این هایشون کتاب نوشته. در سال 2012 استفان کاوی مشغول چرخ سواریش در اطراف خونهشون که به زمین میفته و سرش به زمین برخورد میکنه و 3 ماه بعد بر اثر خونریزی که در سر او اتفاق میفته از دنیا میره، یعنی در 26 تیر ماه 1391 شمسی. اما در همین سنی که داشته حقیقتاً تأثیرات خیلی زیادی در دنیای پیرامون خودش گذاشته، یعنی 79 سال زندگی کرده ولی فکر میکنم تا سالهای سال نام او جاودانه خواهد بود. استفان کاوی به خانواده و ازدواج بسیار احترام میذاره و یک همسر در کل زندگیش بیشتر نداشته. 10 بچه به دنیا آوردن ایشون و همسرشون، یه خانواده پرجمعیت داشتن، ولی تو کتاباش دائم از بچه‌هاش یاد میکنه و معلوم میشه که زندگی خانوادگی خیلی پرباری داره و خودش میگه که من لحظاتی که با همسرم هستم اون لحظات رو با هیچ چیزی عوض نمیکنم و اعتقاد راسخ داره که اگر ما یک نفر رو بتونیم خوشبخت بکنیم به مراتب بهتر از اینه که برای یک جمع انبوهی از آدم‌ها کار بکنیم و برای توده‌های ملت بخوایم کوشش بکنیم. کسی که نمیتونه یک نفر رو که کنارش حالش رو خوب کنه، طبیعتاً این آدم نخواهد تونست به دنیای پیرامون خودش هم کمک بکنه. دائما در کتابش از همسرش یاد میکنه، از گفتگوهایی که با همسرش داشته. برای خانواده رو بسیار بسیار مقدس میدونه و تمام تلاشش اینه که خانواده رو حفظ کنه و از کیان خانواده مراقبت بکنه. ویژگی های شخصیتی استفان کاوی رو از لابلای کتابهاش میشه به دست آورد. ملاحظه کتابهای او نشون میده که او همون چیزهایی رو که گفته زندگی کرده، یعنی بین دانش او و زندگی واقعی او هیچ فاصله ای وجود نداره. همون اصولی رو آموزش میده که با همون اصول داره زندگی میکنه و یک مرکز بزرگ بین‌المللی درست کرده به نام مؤسسه بین‌المللی رهبری کاوی که به بیش از 500 مؤسسه بزرگ دنیا و در آمریکا خدمات ارائه می‌کرده و مشاور اونها بوده. بسیاری از بزرگان جهان با ایشون مشاوره می‌کردن و از مشاوره‌هاشون استفاده می‌کردن و حقیقتاً مشاوره‌های ایشون هم در سطح زندگی فردی، هم خانوادگی، هم سازمانی و هم سیاسی و حکومتی به نظر می‌رسه که خیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه. من 13 تا از مهمترین اصول فکری ایشون رو با سرعت میگم چون موضوع بس من این نیست، فقط خواستم آشنا باشید. اینا رو خودم از مجموعه آثار ایشون استخراج کردم. به نظرم اینها مهمترین اصولی هستند که استفان کاوی در همه کارهاش به دنبال اینهاست و اینها رو اصل قرار میده. یک، اصل تعادل و توازن در همه سطوح زندگی. 2، اصل همکوشی. 3، که خیلی تأکید میکنه روش، هدف دانستن انسان و استفاده ابزاری نکردن از انسانه. به شدت مخالف اینه که ما انسانو شی بیانگاریم، با انسان به مثابه چیز برخورد بکنیم، او رو یه چیز در نظر بگیریم و از شأن انسانی او دور بشیم. او میگه همه جا انسان اصله و هیچ گونه ما حق استفاده ابزاری از انسان رو نداریم.
چهارم آرامش و شادیه، هم خودش به شدت آدم آرام و شادیه و هم این آرامش و شادی رو به کسانی که مخاطب او هستن منتقل میکنه. پنجم انعطاف پذیری در برنامه ریزیه. او از برنامه ریزی های سفت و سخت که انسان رو اسیر میکنن کاملا پرهیز میکنه. به نظر ایشون برنامه ریزی باید جوری باشه که ما بتونیم زندگی رو تجربه کنیم. اگر برنامه اینقدر سفت و سخت باشه که ما رو اسیر خودش کنه، این با ذات زندگی در تعارضه. ششم، رشد تدریجی، نه رشد دفعی و شتاب زده. همه جا در کارهاش تاکید میکنه که رشد اگر ناگهانی اتفاق بیفته، ناگهانی هم از بین خواهد رفت. رشد واقعی اونیه که به صورت تدریجی در طی زمان به دست بیاد. هفت، نگاه معنویه. استفان کاوی رو من با اطمینان میتونم یک انسان معنوی با گرایشات عرفانی بنامم. یعنی همه جا از لابلای آثارش ایمان عمیق به خداوند رو میشه دید و اصلا به نظر استفان کاوی ما انسانها در واقع روحیم که در عالم ماده داریم زندگی میکنیم، نه اینکه انسان مادی هستیم که فعالیت‌های معنوی میکنیم. این دو تا دیدگاه کاملا متفاوته. یه وقت هست که ما میگیم انسان یک موجود کاملا مادی است که گرایش‌های معنوی هم داره، یه وقت هست میگیم انسان اساساً موجود معنویه که گرایش‌های مادی هم داره. استفان کاوی با نظر دوم موافقه. به نظر ایشون انسان اساساً معنوی و روحانیه. به همین خاطر به روح انسان و به خداوند فراوان توجه میکنه. هشتم، تأکید بر کلیت تفکیک ناپذیر انسان و زندگیه. از نظر ایشون زندگی و انسان یک کله، اگر تجزیهش بکنیم حتما خرابش میکنیم. ما باید انسان رو در کلیتش و جهان و زندگی رو در کلیتش بفهمیم. تجزیه کردن انسان و جهان حتما خراب میکنه انسان و جهان رو. نهم، که یکی از مهمترین مبانی فکری استفان کاویه، یک پارچگی شخصیت. ما بارها در این دو روز این کلمه رو خواهیم شنید. یک پارچگی شخصیت دقیقاً یعنی خلوص نیت داشتن، یعنی هماهنگ بودن ظاهر و باطن، که صداقت هم یه بخشی از اون میشه. ایشون دائما تاکید میکنه که اگر بخواید انسان موفقی باشید باید اینتگریتی داشته باشید، یعنی یک پارچگی شخصیت داشته باشید. ده، توجه فراوان به وجدان، که ایشون دائم میگه اگر بر اساس وجدانتون عمل بکنید شما راه خودتون رو پیدا خواهید کرد. هرگاه که راه رو گم میکنید معناش اینه که به وجدان خودتون بی‌اعتنایید. وجدان رو یک نیروی درونی میدونن که ما رو راهنمایی میکنه. یازدهم، توجه به منافع بلند مدته. ایشون میگه کاری که انجام میدی فقط بر روی خود تأثیر نمیذاره، بر روی همه انسانهایی که در اطرافتن تأثیر میذاره. انسانهایی هم که نمیبینی احتمالاً تحت تأثیر تو قرار خواهند گرفت و از همه مهمتر آیندگان و طبیعت هم تحت تأثیر کار تو قرار خواهد گرفت. بنابراین کار درست کاری نیست که الان حالتو رو خوب کنه. کار درست کاریه که غیر از این که به خودت خدمت میکنه، باید برای آیندگان، برای نسل‌های بعدی و برای طبیعت و برای گستره عظیمی از انسان‌ها که درگیر کار تو میشن مفید و سودمند باشه. بنابراین هر کاری که می‌خوای انجام بدی باید طیف عظیمی از مخاطبان رو در نظر بگیری و با توجه به اونها کارتو انجام بدی. دوازدهم، توجه به تک تک افراده. به نظر ایشون سازمان و جمع اصل نیست، انسان‌ها اصلن. سازمان یک مفهوم انتزاعیه، یعنی مثلا فرض کنید دانشگاه تهران یک مفهوم انتزاعیه. دانشگاه تهران یعنی انسانهایی که در اونجا دارن درس میکنن، دانشجوها، کارمندها، استادان، کسانی که در اونجا خدمت میکنن، همه اونها یعنی دانشگاه تهران. ما نمیتونیم انسانها رو فدای دانشگاه تهران کنیم چون دانشگاه تهران وجود خارجی نداره، یک مفهوم انتزاعیه. از نظر ایشون مدیر واقعی کسیه که به منافع تک تک انسان‌ها توجه کنه و اگر تک تک انسان‌هایی رو که در مجموعه او کار می‌کنن حالشون رو خوب کنه سازمان او موفق خواهد شد. این سخن نادرستی است که من بگم می‌خوام سازمانم پیش بره به قیمت اینکه آدم‌ها رو نادیده می‌گیرن، با این مخالفه. و سیزدهم هم مسئله خانواده است که به شدت روی بحث خانواده تاکید داره. دوستان این مقدمه رو من تموم کنم بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون. اولین بحثی که در مقدمه کتاب میخوام مطرح کنم خدمت شما اینه که اگر ما هفت عادت مردمان مؤثر رو واقعا یاد بگیریم و بیاموزیم چند تا نتیجه به نظرم تو زندگی ما خواهد داشت. یکی این که احترام به خود ما بالا میره، یعنی ما خودمون رو محترم خواهیم شمرد.
به قدری استفان کاوی دقیق این موضوعات رو بررسی میکنه که من فکر کنم هر کسی دل بده به کار او، آرام آرام به این نتیجه میرسه که هر انسانی یک موجود محترمه و من هم به عنوان یک فرد انسانی محترمم. این احترام گذاشتن به خود باعث بالا رفتن اعتماد به نفس میشه و دو این که بهبود روابط با انسانهای دیگه هم پیش میاد. این بهبود یافتن روابط با خود و انسانهای دیگه نتیجه همون اصل اوله، یعنی اگر انسان به خودش احترام بگذاره و اعتماد به نفس واقعی داشته باشه نه اعتماد به نفس کاذب، هم روابطش با خودش بهبود پیدا میکنه هم روابطش با آدمهای دیگه بهبود پیدا میکنه. انسانی که برای آرامش خاطر کشف نقاط ضعف دیگران رو در مرکز توجه قرار میده، این انسان به خودش احترام نمیذاره. انسانی که در درون احساس امنیت نمیکنه، آرامشش رو مبتنی میکنه بر کشف نقاط ضعف دیگران. هرقدر در دیگران خطا و نقطه ضعف بیشتر پیدا بکنه، حس میکنه که خودش آدم بهتریه و حالش خوب میشه. این انسان انسان بیماری است، انسان سالمی نیست. انسان سالم که با خودش رابطه سالم داره، طبیعتاً در انسانهای دیگه همواره نقاط قوت رو میبینه. بنابراین اگر در ذهنمون ما دائم دنبال نقاط ضعف و خطاهای دیگرانیم، باید بدونیم که ما اعتماد به نفس کاذب داریم، اعتماد به نفس دروغین داریم. و سوم این که هفت عادت مردمان مؤثر انگیزه در ما ایجاد میکنه که کارهای خودمون رو با شور و شوق انجام بدیم. استفان کاوی به شدت مخالف اینه که ما به شکل مکانیکی و ماشینی کارامون رو انجام بدیم. میگه اگر به یه اداره میرید که همه به هم احترام میذارن، همه مؤدبن، ولی روح زندگی در اون اداره نیست، اون اداره اداره سالمی نیست. اداره سالم، خانواده سالم و محیط سالم جاییست که شوق زندگی، شور زندگی توش موج بزنه. فقط احترام و ادب ظاهری در اونجا حکمفرما نباشه. چهارم، خلاقیت و اشتیاق برای آموختن مهارت‌های جدید و یافتن راه‌حل‌های نوئه که من فکر می‌کنم هفت عادت اینو هم به ما میده. و پنجم، سربلندی و پیروزی در موقعیت‌های دشوار زندگیه. به نظر استفان کاوی ما خواه ناخواه در زندگیمون با بحران روبرو خواهیم شد، یا خودمون مریض میشیم یا اطرافیانمون. احتمال خیلی زیاد ممکنه که ما نزدیکان درجه اولمون رو از دست بدیم، ممکنه دچار تصادف بشیم و هزاران اتفاق دیگه تو زندگی میتونه بیفته. راه درست اونیه که ما رو برای بحران‌ها آماده بکنه. یعنی وقتی ما در یک موقعیت دشوار قرار میگیریم، لازم نباشه کسی ما رو هول بده، ما رو کنترل بکنه و ما رو مدیریت کنه. ما به راحتی بتونیم بحران رو پشت سر بذاریم و بریم. بنابراین هر روشی و تکنیکی که به شما میگه که الان چه کار کن، ولی شما رو برای روبرو شدن با بحران‌های زندگی آماده نمی‌کنه، از نظر استفان کاوی روش درستی نیست. حتماً باید شما آماده باشید که با بحران‌ها به درستی روبرو بشید. و من فکر می‌کنم که هفت عادت مردمان مؤثر این کار رو واقعاً انجام میده. دوستان، دو تا نکته به شما عرض کنم اینجا که خود استفان کاوی تو خیلی از کاراش هم میگه. بحث امروز و فردای ما رو و کتاب هفت عادت رو انشالله وقتی یاد گرفتید دو تا کار انجام بدید. یکی اینه که در دو روز اول بعد از اینکه یادش گرفتید برای یک نفر یا یک گروه اینو توضیح بدید. به خاطر اینکه اطلاعات داخل ذهن انسان قرار میگیرن تو حافظه کوتاه مدت و بعد از یک روز یا دو روز فراموش میشن. وقتی که شما اینو برای کسی یا کسانی بازگو بکنید، اطلاعات در شما میمونه، نهادینه میشه و آرام آرام وارد حافظه بلند مدتتون میشه. و دیگه این که وقتی شما چیزی رو میآموزید و یاد میگیرید، برای اینکه اونو یاد بدید، درجه یادگیری شما هزاران برابر بیشتر خواهد شد. ممکنه در این دو روز با توضیحات من گمان کنید که مطالب رو کاملا یاد گرفتید، ولی وقتی میخواید اون رو برای کسی توضیح بدید، متوجه میشید که یه ریزکاری رو انگار متوجه نشدید. بنابراین اینه که شما آنچه را که آموختید به قصد یاد دادن مرور میکنید، باعث میشه که تسلط شما بر این مطالب زیاد بشه. این یه قانون مهمه که یکی از بهترین راه‌های یادگیری یاد دادنه. وقتی که ما یاد میدیم، خودمون هم به خوبی یاد میگیریم. پس لطفاً سعی کنید که آنچه را که در این دو روز آموختید به یک کسانی منتقل بکنید. و دوم این که حداقل یک ماه با آنچه که میآموزید زندگی بکنید. استفان کاوی به درستی میگه دانشی که ما بهش عمل نمی کنیم انگار وجود نداره. ما وقتی که چیزی رو میدونیم و بهش عمل نمی کنیم، فرقی نداریم با کسی که اونو نمیدونه.
در واقع دانسته‌ای که به کرده تبدیل نشه، این دانسته با ندانسته هیچ فرقی نداره. بنابراین حداقل یک برنامه یک ماهه بگذارید و طبق این اصول زندگی بکنید. اگر دیدید واقعا نتیجه‌هاشو دارید می‌بینید، ادامه بدید. اگر نه که میتونید حالا اصلاحش کنید یا دوباره مرور بکنید یا از راه دیگه استفاده کنید. ولی یکی یاد بدید و یکی عمل کنید. با این دو روش این مطالب رو میتونید در خودتون نهادینه کنید و حسابی ازشون استفاده بکنید. خب دوستان، از اینجا دیگه بحث ما به صورت جدی شروع میشه. اولین بحثی که میخوام به شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم، بحث اخلاقیات منش و اخلاقیات شخصیت. استفان کاوی به خاطر تحقیقاتش ناگزیر میشه صدها کتاب رو که در 200 سال گذشته از اون تاریخی که ایشون شروع کرده راجع به موفقیت نوشته شده بودن، اینها رو بخونه. ایشون میگه من صدها کتاب و مقاله رو درباره موفقیت خوندم و به نتایج خیلی شگفت‌آوری رسیدم. یکی از مهمترین نتایجی که ایشون بهش میرسه اینه که تمدن غرب در 200 سال قبل یه دوره رشد و شکوفایی داشته و بعد آرام آرام از اون شکوفایی و رشد خودش دور شده. و این به نظر من مطلبی است که واقعا میشه اینو دید. یعنی اگر ما دوره پس از اصلاحگری و رنسانس رو در نظر بگیریم و مثلا قرن 19 و 20 رو میبینیم، یه دوره‌های غرب خیلی در اوج قرار داره و بعد آرام آرام اون شور و شوق و اون پیشرفت کم کم میشه. این تقریبا سرنوشت همه تمدن‌های دنیاست که براشون پیش میاد که یه دوره جوانی دارن و بعد آرام آرام دیگه وارد دوره پیری میشن. استفان کاوی میگه یکی از نتایج عجیبی که من از مطالعه کتاب‌های مربوط به موفقیت به دست آوردم این بود که در 150 سال اول همه کتاب‌ها روی اخلاقیات منش تأکید می‌کردند، اما در 50 سال گذشته همه کتاب‌های مربوط به موفقیت رفتن به سراغ اخلاقیات شخصیت. در اینجا کلمه شخصیت مقابل کلمه انگلیسی پرسونالیتیه. کلمه پرسونالیتی از کلمه پرسن و پرسونا گرفته شده. پرسونا به معنی نقابه. وقتی که استفان کاوی میگه اخلاقیات شخصیت، منظورش اخلاقیاتی است که در حیطه ظواهره، در حیطه تکنیک ها و مهارت هاست. اخلاقیاتی است که چهره خوبی از ما به دیگران نشون میده ولی در باطن ما عمیقا رسوخ نکرده. بنابراین گاهی اوقات هست که ما اخلاقیاتمان یک نقاب هایی هستند که اینها رو به چهره زدیم تا دیگران از ما خوششون بیاد. یه وقت هم هست که ما اخلاقیاتمون یک امور عمیق درونی هستن که عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت ما رو مورد توجه قرار دادن. به نظر ایشون رشد تمدن غرب به خاطر اینه که در 150 سال اول تمام تمرکز بر روی اخلاقیات منش بوده، تلاش این بوده که فرزندان و دانش آموزان اخلاقیات منش رو در خودشون نهادینه کنن، اما در 50 سال گذشته اخلاقیات منش به کناری گذاشته شده و تمام توجه معطوف شده به اخلاقیات شخصیت. اخلاقیات منش کدوم ها هستن؟ من یه لیستی از اینا رو به شما عرض میکنم. 1. انصاف. 2. صداقت. 3. وفاداری. 4. امانتداری. 5. خوشقولی. 6. خیشتنداری. 7. شهامت. 8. عدالت. 9. صبر. 10. سادگی. 11. سخت کوشی. 12. شرافت. 13. فروتنی. 14. تعهد. 15. تفکر. 16. محبت. 17. خدمت خالصانه به انسانها. 18. تفکر برنده برنده. و 19. قانون طلایی، یعنی آنچه که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. اینا اخلاقیات منش هم. اگر ما اینها رو خودمون یاد بگیریم یا به فرزندمون اینها رو یاد بدیم یا به دانش آموزمون اینها رو یاد بدیم، تردیدی نکنید که این خودمون یا اون شخص یا اون دانش آموز یا اون فرزند حتما در زندگی خودش روابط درست خواهد داشت، نگاه خوب به خودش خواهد داشت و آینده درخشان خواهد داشت. اما اگر ما اینها رو نادیده بگیریم، یعنی گمان کنیم که بدون متحول شدن باطن ما میتونیم یه سری تکنیکا بدیم تا آدمهای موفق پرورش بدیم، قطعا به خطا رفتیم. اخلاقیات شخصیت شامل اینهاست. مطالب سطحی و آکنده از تصاویر اجتماعی.
یعنی خیلی سطحی به شما میگن این کارو بکن، آدم با کلاسی به نظر میرسی، این کارو انجام بده، به نظر دیگران با پرستیژ به نظر میرسی، این چند تا تکنیک رو استفاده کن، انسان مؤدبی به نظر میرسی. دوم، فنون و تکنیک هایی برای گرایش مثبت ذهنی. اینی که دائم به خودمون تلقین کنیم که تو میتونی، تو موفق میشی، تصویر مثبت به خودمون بدیم بدون اینکه مبنا عوض شده باشه، بدون اینکه باطن دگرگون شده باشه، این مثبت اندیشی تأثیر خوبی تو زندگی ما نخواهد داشت. سوم، اصلاح ظواهر و روابط برای نفوذ در دیگران. و چهارم، روش هایی برای اصلاح آنی و فوری مشکلات. این چهارتا اخلاقیات شخصیتن. اگر شما دقت کرده باشید فراوان کتاب وجود داره که شما چطور در یک دقیقه یک مدیر موفق بشید، شما چطور در یک ماه یه زبان یاد بگیرید، شما چطور در یه هفته یه مادر موفق بشید. کسانی که این حرفا رو میزنن شیادن بدون شک، یعنی قصدشون اینه که یک احساس خوب به شما بدن و پول شما رو بگیرن از شما و هیچ چیزی به شما ندن. رشد حتما باید به صورت تدریجی در جان ما بشینه، درونی بشه، نهادینه بشه، زمان میبره و آثار خودش رو به تدریج در زندگی ما نشون میده. هر کسی که قول داد به شما که در یک ماه، یک هفته یا 6 ماه همه مشکلات شما رو حل خواهد کرد، شک نکنید که این آدم یا انسان ابلهی است که اصلا نمیدونه انسان و زندگی یعنی چی، یا یک انسان شیادی است که از احساسات شما داره سوء استفاده میکنه. آقای رنه گنون که یک دینشناس خیلی بزرگ جهانیه، ایشون میگه که مطالعه همه دینها نشون میده که دینهای بزرگ دنیا تو 50 سال اول تأکیدشون روی تحول منش انسانها بوده، از 50 سال اول که عبور میکنن تبدیل میشن به یه تعدادی شعائر و مناسک و ظواهر که مردم اونها رو انجام میدن و احساس میکنن به خدا رسیدن و به بهش میرن و خوشبخت میشن. و ایشون میگه به محض اینکه دین تبدیل میشه به ظواهر دینی، انحطاطش و سقوطش شروع میشه. تمام پیشرفت‌های ادیان مال اون 50 سالی است که عمیقاً به دنبال ایمان و اخلاص و انصاف و تقوا و امثال اینها بودن. این اتفاقی است که در زندگی ما هم میفته، یعنی ممکنه ما دچار این توهم بشیم که با چند تا تکنیک، با چند تا مثبت اندیشی، با چند تا ظاهر خوب رو رعایت کردن ما میتونیم در آدم‌ها نفوذ بکنیم و یک زندگی خوبی رو برای خودمون بنیان بذاریم. استفان کاوی میگه این غیر ممکنه. آرامش عمیق به اخلاقیات منش بستگی داره. رابطه صحیح با خود و دیگران به اخلاقیات منش بستگی داره. اخلاقیات شخصیت کاری نمی کنن. من فراوان دیدم پدران و مادرانی که تمام تلاششون اینه که به بچه یاد بدن مثلا خوب سلام بکنه، مؤدبانه حرف بزنه، خیلی شیک لباس بپوشه، نمیدونم مسواکش رو سر وقت بزنه. نمیگم اینا کارهای بدیه، اینا خوبن. همش ظاهر رو پیش مهمون‌ها رعایت بکنه و واقعا این کارو میکنه. ولی شما وقتی با بچه در یک روز یا 2 روز رفت و آمد میکنی و رفتارهای او رو در موقعیت‌های مختلف زیر نظر میگیری، متوجه میشی که در همون حد ظواهر مونده و باطن او متحول نشده. بنابراین به نظر استفان کاوی باید تلاش ما این باشه که در درون به یک انسان فضیلتمند تبدیل بشیم و چندان به دنبال ظاهر زیبا نگردیم. ظاهر زیبا به دنبال باطن زیبا حتما از راه خواهد رسید. نکته دیگه که در اینجا باید برای شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که دنیای جدید دنیای سرعت و شتاب و راه حل‌های آنیه. همه ما عجله داریم که به سرعت مشکلاتمون رو حل کنیم، اما رشد واقعی انسانی با سرعت و شتاب اتفاق نمیفته. دنیای جدید دنیای فست فوده. ما همجور که در دنیای فست فودها زندگی میکنیم، در عالم معنا و در عالم رشد و تربیت هم به دنبال فست فود میگردیم. فراوان میشنویم که یکی میاد پیش یک استاد بزرگی و بهش میگه یه جمله بگو که زندگی من عوض بشه، یه تکنیک به من یاد بده من برم درست زندگی بکنم. اینا توهمن، اینا همه خیال باطلن. زندگی سالم در طول سالیان به مرور شکل پیدا میکنه. ما باید همونجوری که یه ساختمون رو میسازیم محکم و استوار و بعد میتونیم توش زندگی بکنیم، باید تلاش بکنیم که شخصیت خودمون رو هم متین، آرام و با تدریج بسازیم و جلو بریم. اگر این کار رو بکنیم اون وقت زندگی ما مبتنی بر اصول خواهد شد. از نظر استفان کاوی اصول شامل مسائل جهانی هستند. خواهش میکنم کلمه اصول رو در این 2 روز همواره مد نظرتون داشته باشید. زندگی درست و سالم بر اساس اصول پایه‌گذاری میشه.
و اصول در ذات طبیعت و جهان هستی قرار دارند. ما اونها رو باید کشف بکنیم، اونها رو جعل نمی کنیم. یعنی ما قرارداد نمی کنیم که باید اینجوری زندگی بکنیم، نه، قواعد زندگی سالم در جهان وجود دارند. ما این قواعد رو باید کشف کنیم و طبق این قواعد باید زندگی بکنیم. هر گونه سرکشی و تمرد در برابر قوانین هستی محکوم به شکسته و محکوم به انحطاط و محکوم به ناآرامی و اضطراب حتما خواهد شد. اخلاقیات منش یعنی با قوانین طبیعت پیش رفتن، و به نظر استفان کاوی مهمترین قانون طبیعت قانون کاشتن و درو کردنه، و من فکر می‌کنم کل کتاب ایشون دور این نکته می‌گرده، قانون کاشتن و درو کردن. این قانون کاشتن و درو کردن انصافاً قانون عجیب و غریبیه. اجازه بدید که یه 4-5 دقیقه دربارش صحبت کنیم. من یقین کامل دارم اگر کسی این موضوع رو به درستی بفهمه، تمام زندگی او تا آخر عمر به درستی پیش خواهد رفت. قانون کاشتن و درو کردن. ببینید، در کاشتن و درو کردن چند تا مطلب وجود داره. یکی این که آنچه که بکاریم همون رو درو میکنیم. امکان نداره ما گندم بکاریم و جو درو بکنیم. امکان نداره که ما جو بکاریم و گندم درو بکنیم. و دوم این که آنچه که ما میکاریم حتما همون رو درو میکنیم، حتی اگر تمام دنیا رو متقاعد کنیم که ما چیز دیگری کاشتیم. فرض کنید که من جو کاشتم با 10,000 تا رسانه و رادیو و تلویزیون و نمیدونم رسانه مجازی و واقعی، همه مردم دنیا رو متقاعد میکنم که من گندم کاشتم. همه باور میکنن، خودم هم دچار این توهم میشم که من واقعا گندم کاشتم. ولی 2-3 ماه بعد گندم از زیر خاک بیرون نخواهد اومد، از زیر خاک جو بیرون خواهد اومد. اینی که مولانا میگه هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد، به این موضوع داره اشاره میکنه. بچه اسب اسب، بچه الاغ هم الاغه. محال من تنبلی بکارم و رشد درو کنم، محال من دروغ بکارم و اعتماد درو بکنم، محال که من بی‌نظمی بکارم و پیشرفت درو بکنم. امکان نداره. حتی اگر خودم دچار این توهم بشم که من کارامو دارم درست انجام میدم، قوانین هستی این اجازه رو به من نخواهد داد. پس من آنچه را که میکارم درو میکنم، و دوم این که نمیتوانم از زیر آنچه که کاشتم در برم، حتی اگر همه آدمها رو متقاعد کنم که من چیز دیگری کاشتم. و سوم این که در قانون کاشتن و درو کردن اصل تدریج وجود داره. شما نمیتونید یه چیزی رو بکارید و 2 روز بعد اینو دروش بکنید. در جامعه این ممکنه. یه دانش آموز درس نمیخونه، بعد 2 روز به امتحان مونده میشینه مثلا 10 ساعت 15 ساعت مطالعه میکنه، یا تقلب میکنه، یا میره تست میزنه، نکته های کلیدی رو یاد میگیره و بعد میره امتحان میده و قبول میشه. هم خودش فکر میکنه درس خونده، هم معلم ها متقاعد شدن که این درس خونده، و هم خانواده متقاعد میشه که این درس خونده. ولی آیا با این روش درس خوندن این شخص میتونه به یک دانشمند تبدیل بشه؟ این شخص میتونه نیروی تحلیل و قدرت بررسی مسائل رو پیدا بکنه؟ آیا از یک حافظه قوی و عظیم و عالی برخوردار خواهد شد؟ قطعا نه. در اینجا ما اینو میتونیم متوجه بشیم. بنابراین کسی که در فصل کاشتن زمین رو شخم نکرده، نکاشته، علفهای حرز و وجین نکرده، از محصول مراقبت نکرده، این نمیتونه 1 هفته مونده به فصل برداشت بیاد بکاره و بعدشم بگه من 1 هفته محصولم رو به بار خواهم نشوند و من خرمن خودم رو به دست خواهم آورد. این امکان پذیر نیست. یک مادر نمیتونه دوره بارداری رو به 1 ماه یا 2 ماه فرو بکاهه. اگر این کارو بکنه قطعا بچه از بین خواهد رفت. اینو ما در مسائل فیزیکی متوجه میشیم. مثلا من میخوام برم مسابقه 2 در المپیک 2019 مثلا. خب من اصلا تمرین نکردم، رقیبان من چندین سال تمرین کردن، من 1 هفته مونده به مسابقات برم شروع کنم روزی 15 ساعت بدوم، آیا واقعا من در این مسابقه موفق خواهم شد؟ قطعا نه. بنابراین دوستان، در طبیعت راه میان بر وجود نداره. خواهش می‌کنم این جمله رو به ذهن بسپارید. در طبیعت راه میان بر وجود نداره. طبیعت بر اساس اصل تدریج و اصل زمان هدایت میشه. به تعبیر بزرگان خودمون، الامور مرهونتون به اوقاتها، کارها در گرو زمانن. به تعبیر استاد هوشنگ ابتهاج، رسیدن هنر گام زمان است. ما برای اینکه برسیم باید در طی زمان پیش بریم. هر گونه راه زود بازده
و سریع و فوری و آنی محکوم به شکسته. در رشد علمی و معنوی و اخلاقی رو دارم میگم، دقت کنید. جای دیگه شاید بشه از این تکنیک‌ها پیدا کرد، ولی در عالم معنا، در عالم طبیعت، رشد باید تدریجی اتفاق بیفته. دوستان، این جمله که براتون میگم جمله قابل تأمل است. یکی از خطاهای ما اینه که قانون‌های نظام اجتماعی رو بر قانون‌های نظام طبیعت اعمال می‌کنیم. یعنی چون در جامعه میشه فریب داد دیگرانو، فکر می‌کنیم در جهان هستی هم میشه فریب داد. چون در جامعه میشه زد و در رفت و طرف مقابل رو که بهش ظلم کردیم محکوم کنیم، فکر می‌کنیم در عالم واقع هم از زیر ظلممون میتونیم فرار بکنیم. چون در جامعه ما میتونیم از طریق زد و بند، از طریق رابطه، بدون شایستگی به مقاماتی برسیم، فکر میکنیم در عالم هستی هم ما میتونیم از این کارها انجام بدیم، ولی واقعا اینجوری نیست. امکان کلاه گذاشتن بر سر هستی وجود نداره. هستی قوانین ثابتی داره که با این قوانین داره اداره میشه و پیش میره، که یکی از این قوانین اصل کاشتن و درو کردنه. بنابراین ما هر کاری که داریم انجام میدیم باید با این تصور باشه که من دارم تخمی رو میکارم و میخوام محصولی رو برداشت کنم. برای اینکه این محصول برداشت بشه، من به صبر نیاز دارم، من به تحمل نیاز دارم، من به اینکه دنبال نتایج زود بازده و آنی و فوری نباشم نیاز دارم، و باید بتونم با همه وجود از آنچه که کاشتم مراقبت بکنم تا به آنچه که میخوام درو بکنم برسم. اما در اخلاقیات شخصیت این اتفاق نمیفته و ما فکر میکنیم هستی رو میتونیم دور بزنیم، قوانین طبیعت رو میتونیم زیر پا بذاریم و از طریق یه سری تکنیک ها به موفقیت برسیم. نکته دیگه که در اینجا وجود داره اینه که اصل تدریج رو باید جدی بگیریم. این چون خیلی مهمه، من دوباره بهش برمیگردم. اصل تدریج یعنی این که جهان هستی بر اساس زمان و گذر زمان پیش میره. اینجوری نیست که ما بتونیم فاصله بین کاشتن و درو کردن رو کم کنیم ولی به محصول خودمون آسیب و صدمه‌ای نرسونیم. مولانا در این باره خیلی شعر زیبایی داره، میگه که دیگ را تدریج و استادانه جوش، کار ناید قلیه دیوانه جوش. اگر شما غذا رو صبح بذارید و چندین ساعت با یه دمای خوبی روی آتش خیلی خوب قرار بگیره، این قوام پیدا میکنه و تمام مواد غذایی به خوبی پخته میشن. ولی اگر شما مواد غذایی رو بریزید داخل یک دیگ زودپزی یا داخل یک ظرفی با شعله فراوان و اون فرایند 6 ساعته رو به نیم ساعت یا به 20 دقیقه فرو بکاهید، البته غذا پخته میشه، ولی اون غذایی که با دیگ زودپز پخته میشه با اون غذایی که چندین ساعت روی آتش به آرامی قوام پیدا کرده، این دو تا غذا واقعا با هم دیگه متفاوتن. بنابراین میگه که دیگ را تدریج و استادانه جوش، کار ناید قلیه دیوانه جوش. جویکی کوچک که دائم میرود، نه نجس گردد نه گنده میشود. زین تأنی زاید اقبال و سرور، این تأنی بیزه دولت چون طیور. اگر میخواید به خوشبختی و شادی برسید، راهش تأنیه. تأنی یعنی با شکیبایی قوانین هستی رو رعایت کردن و به دنبال نتیجه رفتن. بنابراین دوستان، نکته که تا الان عرض کردم اینه که لطفاً در رشد خودتون و اطرافیانتون اصل رو بر اخلاقیات شخصیت نذارید، اصل رو بر اخلاقیات منش بگذارید. استفان کاوی از دو اصطلاح استفاده کرده، عظمت حقیقی و عظمت فرعی، یا عظمت اصلی و عظمت فرعی. عظمت اصلی عظمتی است که از درون ناشی میشه و بعد در بیرون خودش رو نشون میده. عظمت فرعی عظمتی است که فقط با تکنیک به دست اومده ولی هیچ منشأ روحی و روانی نداره و در موقعیت‌های مهم زندگی به سرعت از بین میره. بزرگی واقعی اونیه که در درون شما پایش باشه، نه از طریق تکنیک‌ها ما این رو به دست آورده باشیم. چند تا ایراد هم برای اخلاقیات شخصیت برمی‌شوره. یکیشون اینه که اخلاقیات شخصیت در موقعیت‌های بحرانی زندگی به کار ما نمیان، اون چیزی که من چند بار امروز روش تاکید کردم. و دوم این که فقط روابط رو در سطح حفظ میکنن. و سوم این که شور و شوق فراوانی به زندگی ما القا نمیکنن. خب این نکته اول مقدمه، اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش. بنابراین ما در این دو روز با اخلاقیات شخصیت کاری نداریم، تمام توجه ما روی اخلاقیات منشه و نهادینه کردن اینها در درون خودمون.
بریم سراغ نکته دوم مقدمه، یعنی مسئله برداشت. از نظر استفان کاوی مؤثر بودن محصول دینشه نه محصول تکنیک. یعنی ما اگر میخواییم به معنای واقعی کلمه موفق باشیم، باید بینش ما تصحیح شده باشه. اگر ما بینش درست داشته باشیم، بینش ما بر گرایش های ما تأثیر میذاره، گرایش های ما هم بر رفتارهای ما تأثیر میذارن. بنابراین حرکت صحیح حرکت از بینش به گرایش به رفتاره. این مسیر رو ما نمیتونیم برعکس کنیم، یعنی نمیتونیم فقط دنبال تکنیک باشیم و به بینش توجهی نداشته باشیم. هر گونه تلاشی که صرفاً در حد رفتار و تکنیک باشه مخدری است و مسکنی است که موقتاً حال ما رو خوب میکنه، ولی بعد از مدتی ما دوباره برمیگردیم سر خط اول و احساس بی‌معنایی، احساس بی‌حالی، احساس کسالت در ما ایجاد میشه. انشان جمله‌ای داره که من فکر می‌کنم استفان کاوی بیش از 10 بار در کتاب‌های خودش این جمله رو گفته. جمله به نظرم گنجی است واقعاً. انشان میگه که مشکلات ما از همون سطح تفکری که ناشی شدن قابل درمان نیستن، قابل حل شدن نیستن. یعنی من با یک سطح فکر، با یک روش فکر، با یک روش زندگی به مشکل فعلی رسیدم. حالا میخوام مشکل فعلی رو با همون تفکری حل کنم که اون تفکر منو دچار مشکل فعلی کرده. این امکان پذیر نیست. برای اینکه ما مشکل کنونی رو حل کنیم، باید سطح فکر خودمون رو دگرگون کنیم. در واقع آنگونه که عادت کردیم باشیم رو باید بذاریم کنار تا مشکل فعلی رو بتونیم حل کنیم. مشکل فعلی نتیجه منش من و بودن من تا الانه. بودنی که به این مشکل ختم شده، این بودن نمیتونه این مشکل رو حل کنه. بنابراین من نیاز دارم به دیگرگون کردن منش خودم تا بتونم مشکلات خودم رو حل بکنم. و این به نظر من شاید سخت‌ترین کاری باشه که تو هفت عادت معلوم مؤثر میخواد اتفاق بیفته. یعنی این که ما باید بپذیریم که اشتباه بودیم، نه اشتباه کردیم ها، اشتباه بودیم، و از الان داریم تلاش میکنیم که این اشتباه بودن رو تصحیح بکنیم و درست بودن رو بیاموزیم. درست بودن به درست دیدن منتهی میشه و درست دیدن به درست کردن منتهی میشه. در واقع مسیر درست اینه، بودن یه فلش، دیدن یه فلش، انجام دادن. این بودن رو ما باید مرکز توجه قرار بدیم و دقیقاً بریم اونجا و از اونجا شروع کنیم. اینه که دائم تأکید میکنه رشد درست از درون به بیرونه، نه از بیرون به درون. به همین موضوع داره اشاره میکنه. رشد واقعی رشدی است که از منش شروع بشه و خودش رو در رفتار نشون بده. رشد نادرست رشدی است که از رفتار میخواد شروع کنه و بره به درون برسه. مثال خیلی روشنش اینه، شما یه وقت هست میخواید یه درخت خیلی بزرگ رو قطع بکنید، میرید یکی یکی برگاش رو میکنید، یکی یکی شاخه‌های کوچیک رو میشکنید، یکی یکی شاخه‌های بزرگتر رو میشکنید و همجوری میرید تا به ریشه برسید. این کار ممکنه سالها وقت شما رو بگیره و شما هر برگی رو که میکنید یک ماه بعد یا یک هفته بعد یه برگی به جای اون رشد کنه. این راه درست نیست. شما باید تیشه رو بردارید مستقیما برید سراغ ریشه. اگر شما ریشه رو اصلاح بکنید، تنه هم اصلاح خواهد شد، شاخ و برگ هم اصلاح خواهد شد. بنابراین حرکت از درون به بیرون یعنی اصلاح منش، اصلاح برداشت، اصلاح نگاه به زندگی. این بیت درخشان مولانا رو لطفاً به خاطر بسپارید. میگه که فرع دید آمد عمل بی هیچ شک. عمل بدون شک نتیجه و شاخه دیده. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. مردمک یعنی مردمک چشم. انسان چیزی جز نگاه نیست. نباشد مردم الا مردمک. انسان نگاهه، انسان بینششه، انسان منششه در واقع. و این منش اگر اصلاح بشه، به دنبال اصلاح منش اصلاح رفتار هم البته اتفاق خواهد افتاد. نکته دیگه اینه که دوستان، برداشت های ما از زندگی مثل نقشه هایی هستن که ما برای رفتن به یه جایی ازشون استفاده می کنیم. فرض کنید که یک کسی میخواد بیاد تهران، شما یک نقشه در اختیارش قرار میدید. اون نقشه خود تهران نیست، نقشه ای از تهرانه که اگر طبق اون حرکت کنیم ما تهران رو میتونیم بهتر بشناسیم. ولی ممکنه نقشه ای که به دست شما داده شده نقشه اصفهان باشه، نقشه تهران نباشه.
بنابراین شما هرقدر با سرعت بیشتری اون نقشه رو اجرا کنید از تهران دورتر خواهید شد و به اصفهان خواهید رفت. اگر برداشت ما از زندگی منطبق بر اصول هستی نباشه، نقشه زندگی ما از اساس خطاست و ما هرقدر پرتلاش تر باشیم از زندگی دورتر خواهیم شد. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج است پشت. اگر پشت شما به گنج باشه، هرچی دونده ماهرتری باشید از گنج دورتر میشید. برداشت های ما نقشه زندگی هن، خود زندگی نیستن. اگر برداشت ما از زندگی خطا باشه، هرقدر ما کوشاتر باشیم، روزی 15 ساعت کار بکنیم، ما از زندگی دورتر خواهیم شد. اصل مطلب اینه که ما باید مطمئن باشیم که برداشتی که از زندگی داریم مطابق با زندگی واقعیه. اون وقت این نقشه رو ما باید به جلو بریم. چند تا مثال زده ایشون. مثال اول نردبانه. شما یک نردبانی میذارید روی دیواری و با سرعت تمام ازش میرید بالا، به پشت بوم که میرسید متوجه میشید که نردبوم رو اشتباه گذاشتید، بعد پشت دیوار خودتون گذاشتید، پشت دیوار همسایه گذاشتید. این فایده ای نداره. یه گروهی در جنگل دارن جاده سازی میکنن، خیلی پرکار، از صبح زود بیدار میشن تا شب واقعا کار میکنن، اما راهی که دارن میسازن راه غلطه، یعنی به طرف شمال باید راه سازی کنن، به طرف جنوب دارن راه سازی میکنن. این خطاست. فرض کنید که شما میرید یه معمار میارید یه نقشه خونه خیلی خوب برای شما میریزه، میرید بهترین مساله رو انتخاب میکنید، بهترین معمارها رو انتخاب میکنید و بناها رو، بهترین کارگرها رو انتخاب میکنید، 20 سال زحمت میکشید یه خونه میسازید. روزی که میخواد برید داخل خونتون، یه کسی با یه سند محکمی میاد و میگه که شما توی زمین من خونتون رو ساختید، باید از اینجا جمع کنید و برید، و چون سند محکمه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. اگر برداشت ما خطا باشه، ما در زمین دیگران خانه سازی کردیم، تمام زندگیمون رو صرف ساختن خونه‌ای کردیم که آخرش نمیتونیم در اون خونه زندگی کنیم. بنابراین اصل مهم در اینجا اینه دوستان که ما باید مطمئن باشیم برداشت های ما از زندگی مطابق با اخلاقیات منشه، نه اخلاقیات شخصیت. نکته دیگه که درباره برداشت باید به شما عرض کنم اینه که دوستان، اون چیزی که زندگی ما رو مدیریت میکنه برداشت های ما هستن، نه واقعیت های زندگی. اینا با هم تناقض ندارن. خوب دقت کنید. اجازه بدید که من یه مثال بزنم. اگر شما 20 ثانیه خیره بشید به این تصویر، لطفاً این کار انجام بدید. خب حالا به این نگاه کنید. این زن جوانی یا زن پیریه؟ پیری یا جوانه؟ پیره. جوان نیست. کسانی که میگن پیره میتونن یه جوان ببینن یا نه؟ کی فقط پیر میبینه؟ هیچ جوان نمیبینه اصلا. هیچ نمیبینه جوان ببینید؟ کسی هستن که فقط جوان میبینن پیر نمیبینن؟ کسی هم هستن که هر دو رو میبینن، درسته؟ کی هستن؟ بیشتر دوست هست. حالا 20 ثانیه به این خیره بشید. اگر 20 ثانیه به این خیره بشید یه جور دیگه می‌بینید. توضیح میدم براتون دوستان. ببینید وقتی که شما 20 ثانیه به یک پیرزن نگاه کنید و بعد به این تصویر نگاه کنید، حتما پیرزن خواهید دید. اگر 20 ثانیه به اون جوان نگاه کنید و بعد به این نگاه کنید، حتما یک زن جوان خواهید دید. در جاهایی که ما این رو اجرا می‌کنیم و دو گروه میشن، یه گروه فقط تصویر اول رو می‌بینن و یه گروه فقط تصویر دوم، واقعا هیچ کدوم زیر بار نمی‌بینن که ممکنه اینو یه شکل دیگه هم بشه دید. استفان کاوی اسم اینو گذاشته نمایش نگرش و ادراک. این نمایش نگرش و ادراک شاید 2 ساعت میشه دربارش حرفای مهم زد، ولی من الان نمیخوام مفصل صحبت کنم. به 6 تا از نتیجه های این موضوع اشاره میکنم. این 6 تا نتیجه رو اگر بهشون دقت کنید میتونه زندگی شما رو واقعا زیر رو بکنه. پس دوستان مسئله اینه، اگر شما 20 ثانیه به تصویر یک پیرزن نگاه کنید، در اون تصویر یک پیرزن رو ببینید. اگر 20 ثانیه خیره بشید به تصویر یک زن جوان، در این تصویر یک زن جوان رو ببینید. و اگر خوب کار کنید میتونید هم اون پیرزن رو ببینید و هم اون زن جوان رو در یک تصویر ملاحظه بکنید. دوستان عزیزم، نتایجی که میخواید از این بگیرید، خواهش میکنم تا میتونید به این نتایج دقت کنید. نتیجه اول، وقتی که 20 ثانیه نگاه کردن به یک تصویر چنان ما رو شرطی میکنه
که تصویر بعدی رو یه جور دیگه میبینیم. حالا ببینید اگر ما 20 سال شرطی شده باشیم زندگی رو چطور خواهیم دید؟ اگر شما یک دقیقه به یک نقطه، به یک تصویر خیره بشید و بعد به یه جای دیگه نگاه کنید، قطعاً تأثیرات اون یک دقیقه خیره شدن رو در اون مناظری که پیش روتون هست میبینید. در واقع ما انسان‌ها به سرعت شرطی میشیم و وقتی که به سرعت شرطی میشیم، نگرش ما تحت تأثیر قرار میگیره و ما بعد از شرطی شدن دیگه جهان رو آنگونه که هست مشاهده نمی‌کنیم و ملاحظه نمی‌کنیم. اینی که مولانا میگفت پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود، این عینک عینکی است که ما بر اثر شرطی شدگی در برابر چشمانمون قرار میگیره. یعنی 20 سال تربیت خانوادگی ما، 20 سال افکار و اندیشه های ما، 20 سال توجه ما به مسائل خاصی در زندگی به تدریج یک عینک جلو چشم ما میگذاره که ما از اون به بعد دیگه تمام دنیا رو با اون عینک میتونیم ببینیم. ما دیگه جهان رو با همه تنوعش و رنگارنگیش و با همه زیباییاش دیگه درک نخواهیم کرد. مولانا میگه که آن یکی ماهی همی بیند عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان، وان یکی سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع نعم. سه نفر نشستن یه جا، یکیشون دنیا رو تاریک میبینه، یکیشون یه دونه ماه میبینه، یکیشون سه تا ماه میبینه، با اینکه یه جا نشستن. همون کاری که الان اتفاق افتاد، یعنی در یه جا نشستیم به یه تصویر نگاه کردیم، یه عده پیرزن میبینن، یه عده یک زن جوان رو میبینن. این اتفاقی است که در زندگی بر اثر شرطی شدن برای ما پیش میاد. نکته دیگه اینه که دو شخص ممکنه به یک چیز نگاه کنند و با هم مخالف باشند و حق با هر دوتاشون باشه. دوباره تکرار میکنم، ممکنه دو نفر به یک چیز واحد، به یک پدیده واحد نگاه کنند، با هم اختلاف نظر داشته باشند، دو چیز ببینند ولی حق با هر دو باشه. این نمایش نگرش و ادراک به ما نشون میده که اگر دیگری بر سر موضوع واحد با ما اختلاف نظر داره، ممکنه که حق با او هم باشه. اینجوری نیست که حتما حق با من باشه. به همین خاطر که مولانا میگه از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. اختلاف ها و جنگ ها به خاطر تفاوت منظره، تفاوت چشمندازه، تفاوت پرسپکتیوه. کسی که از چشمانداز یک پیرزن نگاه میکنه یک پیرزن میبینه، کسی که از چشمانداز یک زن جوان نگاه میکنه یک زن جوان میبینه، کسی که از اون طرف نگاه میکنه این میکروفون یه جور میبینه، کسی که از این طرف نگاه میکنه یه جور میبینه. بنابراین ممکنه ما دوتا به این میکروفون نگاه کنیم، دو تلقی از این میکروفون داشته باشیم و حق با هر دوی ما باشه. این نمایش نگرش و ادراک به ما نشون میده که سه، همیشه نقطه نظر دیگری وجود داره، اگرچه ما غالبا حاضر نیستیم به این نقطه نظر دیگر اقرار بکنیم. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. و چهار، این که برداشت‌های ما تأثیر فراوانی در رفتارها و شیوه‌های ارتباطی ما با انسان‌های دیگه داره. اگر شما اینو یه پیرزن می‌دیدید، حتما تلاش میکردید از خیابون اگه میخواد رد بشه دستش رو بگیرید و کمکش کنید و ردش کنید. اگه به شما پیشنهاد ازدواج میداد احتمالاً هیچ وقت قبول نمیکردید. اگر شما اون رو یک زن جوان میدیدید و بعد به شما میگفت که لطفا دست منو بگیر از این خیابون منو رد کن، حتما بهش میخندیدید. بنابراین نحوه رفتار شما با اون شخص در گرو نگاهی است که به اون شخص دارید. به همین خاطر که میگیم برداشت های ما از انسان ها تعیین کننده رفتارهای ما با انسان ها هستند. ما با انسان‌ها چنان رفتار می‌کنیم که انسان‌ها رو می‌بینیم. یه مثالی استفان کاوی داره، این مثال خیلی مثال عالیه دوستان. استفان کاوی میگه که من با یه گروهی داخل مترو بودیم، هر کی تو خودش بود، یه کسی داشت مطالعه می‌کرد، یکی آهنگ گوش می‌داد. میگه در یکی از ایستگاه‌ها یک آقایی با دو تا بچه وارد کوپه ما شد، این آقا نشست و سرش رو گرفت پایین و این دو تا بچه واقعاً با سر و صداهاشون و با رفتارها و شیطنت‌هاشون مترو رو روی سر گرفته بودن و همه کلافه شده بودیم. اون آقا هم سرش پایین بود و اصلا کاری به بچه‌ها نداشت. میگه من دیگه صبرم سر اومده بود، هیچ جوری نمیتونستم تحمل کنم. رفتم آرومش گفتم آقا بچه های شما واقعا آرومش ما رو به هم ریختن، میشه یه ذره اینا رو آرومش کنید؟
میگه سرش رو بالا آورد و یک اندوه عمیقی توی چشمش بود. گفت که واقعا عذرخواهی میکنم، مادر اینها یک ساعت پیش از دنیا رفته توی بیمارستانه و من درگیر کارهای مثلا دفن ایشون هستم و عزاداری و نمیدونم باید با این بچه ها که مادرشون از دست دادن چه کار بکنم. ببینید دوستان، بگه به محض اینکه فهمیدیم این دو تا بچه مادرشون از دست دادن، تمام اون خشم و نفرت و همه چی از بین رفت. یکی میومد اینا رو بغل میکرد، یکی بوسشون میکرد، یکی شکلات بهشون میداد، یکی نوازششون میکرد. تا 10 دقیقه پیش میخواستن این بچه ها رو بزنن و از پدر شاکی بودن. الان که مشکل این پدر و بچه ها رو فهمیدن، اون خشم و نفرت جای خودش رو به دلسوزی و مهر و شفقت داده. این اتفاقی است که برای ما میفته. ما اگر بتونیم برداشت هامون رو درباره آدم ها عوض بکنیم، آدم ها رو آنگونه که هستن با همه گذشتهشون ببینیم، قطعا رفتار ما با اونها عوض خواهد شد. یک مشکل که باعث میشه ما آدم ها رو نپذیریم اینه که ما پشت پنجره خودمون سفت و سخت وایسادیم و از این پنجره داریم درباره همه آدم های دنیا قضاوت میکنیم. طبیعیه که بخش اعظم آدم های دنیا از پنجره‌ای که ما نگاه میکنیم نامعقول و نامقبول و ناپسند به نظر میرسن. بنابراین ما همدلی با انسان های دیگه نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین نمایش نگرش و ادراک به ما نشون میده که رفتار ما با انسانها و شیوه های ارتباط ما با انسانها تحت تأثیر برداشتی است که ما از اونها داریم. دوستان، اینا نتیجه تلخی هستند، ولی خواهش میکنم این تلخ ها رو جرعه جرعه بنوشید و اینا رو بپذیرید، به خاطر اینکه زندگی رو دگرگون میکنن. پنجمین نتیجه‌ای که از این نمایش میتونیم بگیریم اینه که همه ما تمایل داریم گمان کنیم جهان رو آنگونه که هست میبینیم. یعنی هممون خودمون رو واقع بین میدونیم، اما واقع قضیه اینه که کمتر انسان واقع بین وجود داره. ما غالبا جهان رو آنگونه که هستیم میبینیم، نه آنگونه که جهان هست. در واقع ما جهان رو به شکل کاملا شخصی میبینیم، ویژگی های شخصیتی خودمون رو به جهان نسبت میدیم و خودمون رو در جهان باز میابیم. این نمایش به ما نشون میده که نظرهای دیگر هم وجود دارن و من برای اینکه از توهم واقع بینی بیرون بیام، حتما باید به چشماندازهای دیگه احترام بگذارم و اونها رو به چشمانداز خودم ضمیمه بکنم. و ششم این که تفاوت برداشت ها به معنی نفی واقعیت نیست. واقعیت وجود داره، ولی برداشت های ما درباره واقعیت ها متفاوته. کم نیستن کسانی که میگن حالا که برداشت های ما در روی واقعیت ها متفاوته، پس اساساً واقعیتی وجود نداره. نه، واقعیتی وجود داره، اما این ما ایم که نگاهمون به واقعیت ها با هم دیگه تفاوت داره و هرقدر بکوشیم این نگاه رو به ذات زندگی نزدیکتر بکنیم، ما به واقع بینی نزدیکتر خواهیم شد. موضوع بعدی که در روی برداشت میخوام بگم اینه که همه پیشرفت های بزرگ جهان در گرو تغییر برداشت بودن. یعنی مادام که نگرش انسان‌ها به جهان و انسان عوض نشده، هیچ تغییری در زندگی انسان‌ها اتفاق نیفتاده. 2000 سال انسان‌ها طبق ستاره شناسی بطلمیوس جهان رو می‌فهمیدن، اما با کپلر و گالیله و کوپرنیک نظام ستاره شناسی قدیم رفت کنار و ما جهان رو به کلی یه جور دیگه دیدیم. اگر ما از ستاره شناسی بطلمیوسی نمی گذشتیم، امکان نداشت بتونیم نظام ستاره شناسی جدید رو کشف کنیم. اگر ما نظام فیزیک نیوتن رو کنار نمی گذاشتیم، نمی تونستیم به نظام فیزیک انیشتن برسیم. اینو شما در همه جا میتونید ببینید. ما برای این که آنچه را که نداریم به دست بیاریم، باید بتونیم آنچه را که داریم از دست بدیم. کسی که به آنچه که داره میچسبه، هیچ وقت آنچه رو که نداره نمیتونه به دست بیاره. اگر میخواید به بالاتر برسید، باید بتونید از آنچه که توش هستید دل بکنید. این جمله رو استفان کاوی شاید 100 بار در آثار خودش گفته. خوب دشمن درجه 1 بهترینه. اگر ما عاشق خوب باشیم، هیچ وقت بهتر نخواهیم شد. اگر عاشق بهتر باشیم، هیچ وقت بهترین نخواهیم شد. بنابراین من اگر بگم من همینم که هستم، نمیخوام هیچ چیز رو درباره خودم عوض کنم، دیگران باید خودشون رو با من هماهنگ کنن، جهان باید خودش رو با من هماهنگ کنه، من همیشه با همین مشکلات باقی خواهم بود. اگر میخوام به جایی برسم، باید برداشت های کنونی خودم رو ازشون دل بکنم و اونها رو عوض کنم. و آخرین نکته در این قسمت اینه که تغییر دادن برداشت ها کار آسونی نیست. یه کاریه که اولا درد داره و ثانیاً زمان بره.
یعنی ممکنه چند سال طول بکشه تا ما آرام آرام برداشت‌های خودمون رو عوض کنیم. انشالله در این دو روز تعدادی از این برداشت‌ها که هممون داشتیم و داریم اینا به چالش کشیده میشن و امیدواریم که یه تیجه‌های به ریشه‌هاشون خورده بشه و در سال‌های آینده این برداشت‌ها عوض بشن. آخرین بخش قسمت اول امروز رو بگم و بعد استراحت بکنیم. میرسیم به قسمت عادت. اسم کتاب هست هفت عادت مردمان مؤثر. ما لازمه در باره عادت چند دقیقه صحبت بکنیم. نکته اول اینه که عادت یعنی این که ما یک رفتاری رو یا یک نگرشی رو به شکل ناخودآگاه تکرار کنیم و انقدر این تکرار ناخودآگاه ادامه پیدا بکنه که اون امر عادت شده به بخشی از منش و شخصیت ما تبدیل بشه. یک ضرب المثلی وجود داره، میگه اندیشه‌ای بکار تا عملی درو کنی، عملی بکار تا عادتی درو کنی، عادتی بکار تا منشی درو کنی، منشی بکار تا سرنوشتی درو کنی. این ضرب المثل خیلی خوب رابطه بین اندیشه و عمل و عادت و منش و سرنوشت رو به ما نشون میده. این که میگه عادتی بکار تا منشی درو کنی، این معناش اینه که ما وقتی که عادت میکنیم امور به تدریج به منش ما تبدیل میشن و به شخصیت ما تبدیل میشن و به همین خاطره که تغییر دادن عادتها به مرور زمان دشوار میشه. این عادت کردن یکی از موهبت‌های بزرگ الهیه. یعنی اگر ما هیچ وقت به هیچ چیزی عادت نمی‌کردیم، زندگی برای ما خیلی سخت می‌شد. اینه که ما به امور عادت می‌کنیم، باعث میشه که مسائل زندگیمون رو به شکل روتین انجام بدیم و انرژی خیلی کمتری هزینه کنیم. شما روز اول که رانندگی یاد گرفتید، نگاه کردن به آینه‌های جلو و عقب و بغل و کلاج و گاز و ترمز و ترمون و تمام این مسائل، حجم ماشین و فاصله از جلو و عقب و اینا، چه انرژی از شما می‌گرفت. ولی بعد از چند ماه که شما دیگه عادت کردید به رانندگی، در حال رانندگی فکر میکنید، موسیقی گوش میدید، سخنرانی گوش میدید، با کسی دیگه حرف میزنید، تمام کاراتون هم به صورت ناخودآگاه دارید انجام میدید. اگر شما همیشه همون آگاهی و اشراف روز اول رو داشتید، چه بسا واقعا انرژیاتون تحلیل میرفت موقع رانندگی. بعد از هر دو ساعت تن و جانتون و ذهنتون واقعا خسته میشد. بنابراین عادت یک امر بیهوده نیست. در زندگی ما فلسفه خیلی عمیقی داره و ما باید خوشحال باشیم و خدا رو شکر کنیم که ما مجهزیم به مکانیسم عادت کردن و معتاد شدن. اما دوستان عزیزم، مسئله اینجاست. عادت، چه عادت خوب و چه عادت بد، ممکنه که به زندان تبدیل بشه. حتی عادتهای خوب هم ممکنه که به زندان تبدیل بشن. به تعبیر یه بزرگی، ما در قبرستان عادتهامون زنده به گور شدیم. یعنی عادتهای ما چنان بر ما سیطره پیدا کردن که ما فراتر از عادتمون نمیتونیم جهان رو ببینیم و زندگی رو درک بکنیم. راه حل‌هایی هم که برای حل مشکلات میدیم، همه راه حل‌ها در چارچوب عادت‌هامون هستن. بس عادت خیلی مفصله، من به 3-4 تا نکته اشاره میکنم. یکی از آفات عادت اینه که حتی عادت خوب از آگاهی توهیه. یعنی امری که به عادت تبدیل بشه، اون امر با فقدان آگاهی اتفاق میفته. اینی که فرمالیسم‌های روسی میگفتن ساکنان ساحل صدای امواج رو نمیشنوند، به همین موضوع اشاره میکنن. وقتی شما به چیزی عادت کردید، کر و کور میشید و دیگه توانایی دیدن و شنیدن اون چیز رو ندارید. بنابراین عادت به فقدان آگاهی منتهی میشه. دوم این که عادت به واکنش خودکاری و داوری اتوماتیک منتهی میشه. یعنی وقتی ما عادت میکنیم، درباره هر چیزی یک بار قضاوت میکنیم و دیگه تا آخر عمرمون در قضاوتمون تجدید نظر نمیکنیم. این خیلی خطرناکه. سوم این که عادتها باعث انکار امور فراتر از عادت میشن. ما به هر شیوه زندگی عادت کنیم، هر چیزی غیر از عادت خودمون رو انکار میکنیم. و چهارم این که عادتها دامنه لذات ما رو محدود میکنن. جهان پر از پتانسیل لذت برای ما. وقتی ما به شکل خاصی از زیستن عادت میکنیم، همه لذتهامون رو فقط در چارچوب عادتمون میفهمیم. بنابراین عارفان ما وقتی که میگفتن عادت شکنی کلید گنج سعادته، راست میگفتن. به قول حافظ،
از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اگه میخوای به جایی برسی از خلاف آمد عادت به طلب. به تعبیر نظامی گنجوی هرچه خلاف آمد عادت بود قافل سالار سعادت بود. این چیزی که دارم میگم برای اینه که اجازه ندیم امور خوب هم عادت بشن. حداقل لحظاتی از زندگیمون تلاش بکنیم که امور خوب از عادت شدن خارج بشن، به خاطر اینکه اگر عادت بشن دیگه ما زندگی رو درک نمی کنیم. کسی که به موسیقی عادت کرده امکان نداره دیگه بتونه از موسیقی لذت ببره. لحظاتی ما باید آگاهی و اشراف داشته باشیم که الان داریم موسیقی گوش میدیم، یعنی در لحظه آگاهی و اشراف و حضور داشته باشیم. این یک نکته‌ای که خواستم در باید عادت‌های خوب بگم، که اگر عادت فرایند بودن زندگی رو از ما بگیره، اگر عادت پویا بودن زندگی رو از ما بگیره، اگر عادت باعث توقف ما در یک وضعیت بشه، حتی عادت خوب، این عادت خوب فایده نداره. علت این که عبادت در زندگی خیلی از آدم‌ها تأثیر مثبت نداره اینه که عبادت به عادت تبدیل شده. یعنی شخص نمازش رو می‌خونه تموم میشه، اصلا متوجه نمیشه که چه کار کرده، اصلا ازش بپرسی تو الان چه کار کردی واقعا یادش نیست. این عبادت عادتی تأثیری نداره، علم عادتی هم تأثیر نداره، هنر عادتی هم تأثیر نداره. و یک دلیلی که ما پیش مادرمونیم ولی واقعا از مادر لذت میبریم اینه که ما عادت کردیم مادر رو ببینیم. این تابلویی که ما روز اول زدیم روی دیوار و دیدیمش الان چند سال گذشته دستمون بهش میخوره، میفته زمین، برش میداره، میذاریم سر جاش ولی نمیبینیمش، این ما اینه که بهش عادت کردیم. اینه که ما همه اشیاء خونه رو هر روز گردگیری میکنیم ولی نمیبینیمشون، ما اینه که عادت کردیم. باید کوشش کنیم خودمون رو از زندان عادت‌ها نجات بدیم تا زندگی هیجانات و ماجراها و شوق‌ها و انرژی‌های فراوان خودش رو بتونه به ما نشون بده. من به نظرم دوستان یکی از بهترین چیزهایی که به ما کمک می‌کنه از زندان عادت‌ها نجات پیدا بکنیم استفاده از تکنیک 6 کلاه فکریه. اینو من الان نمی‌خوام مفصل توضیح بدم چون واقعاً وقت‌گیره. اگه خواستید به کتاب جامعه شناسی نخبه پروری نوشته دکتر مهداد ناظری مراجعه کنید. ازتون خواهش می‌کنم این تمرین رو حتما خودتون انجام بدید و با کسانی که اطراف دارن، اگه فرزند و همسر دارید با اونا، اگه برادر خواهر یا پدر مادری که باشون زندگی می‌کنید با اونا، اگه شاگردی دارید یا دانشجو و دانش آموزی با اونا اجرا بکنید. ببینید دوستان، خواهش می‌کنم به این نکته دقت کنید. اگر 100 نفر بیان پیش شما 100 تا مشکلشون رو برای شما جدا جدا مطرح کنن و شما به اونها راه حل بدید، اگر یه روز بشینید با انصاف 100 تا راه حلی رو که در 100 موقعیت به 100 نفر دادید بررسی کنید، متوجه میشید که شما در 100 موردش یک راه حل بیشتر ندادید. یعنی غالبا شما یک یا دو یا سه تا نگاه بیشتر به زندگی ندارید. هر کس با هر مشکلی به سراغ شما بیاد، شما همون راه حل رو در اختیارش قرار میدید. اگر شما بدبینید، هر کسی برای هر مشکلی به شما مراجعه کنه، شما راه حل بدبینانه در اختیارش قرار میدید. اگه خوشبینید، همش روی امور امیدوارکننده تاکید میکنید. اگه جزنگرید، توجهش رو میبرید سراغ جزئیات. نکته اولی که در اینجا وجود داره اینه که ما باید بدونیم که عادت‌ها ما رو شرطی می‌کنن و به ما نگرش میدن و به ما منش میدن و این خودش رو تو راه حل‌هایی که در زندگی در پیش می‌گیریم و ارائه می‌کنیم به دیگران نشون میده. ما باید صادقانه اعتراف کنیم که اگر من درست بگم و درست ببینم، در خوشبینانه ترین حالت از یک چشمانداز مسئله رو دیدم، از یک چشمانداز جهان رو دیدم. اما جهان بی نهایت چشمانداز داره و هر مسئله بی نهایت منظر برای بررسی شدن داره. بنابراین من اعتراف میکنم که من صرفا از یک چشمانداز به موضوع نگاه کردم، چشمانداز‌های دیگری هم وجود داره. صرف پذیرفتن این که چشمانداز‌های دیگری وجود داره باعث میشه که ما بپذیریم راه حل‌های دیگری هم وجود داره. شاید این داستان رو شنیده باشید. اولین گروهی که از ناسا به خارج از زمین میرن، اینها با یه مشکل بزرگ مواجه میشن. اونم اینه که خارج از جو زمین که نیروی جاذبه وجود نداره، در اونجا خودکارها نمی‌نویسن. به خاطر اینکه جوهرها باید با نیروی جاذبه بیان پایین. و چون اونجا جاذبه وجود نداره، جوهر نمیاد پایین و خودکارا نمی‌نویسن. وقتی که برمیگردن این مشکل رو میگن. 10 سال دانشمندان ناسا تحقیق میکنن تا بالاخره خودکاری میسازن که این خودکار در جایی که جاذبه هم وجود نداره میتونه بنویسه. دانشمندان روسی هم در اولین سفر به خارج از زمین با همین مشکل روبرو شدن، اما اونا در سفر بعدی از مداد استفاده کردن. به جای که 10 سال برن تحقیق کنن، یه خودکاری بسازن که یه جور مراکبی باشه.
خود اون که اونا 10 سال کار کردن خیلی رشد بزرگی در علم، این که کاری بسازی که خارج از جو زمینی عالیه. ولی میخوام بگم در بسیاری از اوقات دوستان راه حل افتاده جلو پای ما، راه حل دقیقاً دم دست ماست، اما ما به خاطر اینکه عادت کردیم به وجه خاصی از زندگی نگاه کنیم راه حل رو مشاهده نمی کنیم. تمرکز شدید بر یک موضوع انسان رو کور میکنه و تراژدی اینه که تمرکز نه تنها ما رو کور میکنه بلکه ما از کور بودنمون هم کوریم. یعنی اگر کسی برای ما توضیح بده که این واقعیت ها هم در جهان وجود داره، اصلا امکان نداره ما زیر بار بریم، طرف رو به دیوانگی متهم میکنیم، ولی امکان نداره شک کنیم که شاید من دارم اشتباه میکنم. یکی از کارهایی که عادت ها میکنن اینه که ما رو متمرکز میکنن در اون زمینه خاصی که بهش عادت کردیم و این باعث میشه که ما راه حل های دیگر رو نبینیم. از این به بعد خواهش میکنم شما 6 تا کلاه کاغذی یا پشمی یا پارچه ای تهیه کنید، هر کلاهی با یک رنگ. کلاه سفید نشانه نگاه خونسا و منفعل و واقع بینه، یعنی شما وقتی کلاه سفید سرتون میذارید مسئله رو بدون احساس دارید بررسی میکنید. کلاه سرخ نشانه خشم و هیجان و احساساته. کلاه سیاه نشانه نگاه افسرده و منفیه. 4 کلاه زرد نگاه خوشبینانه و امیدوارانه. 5 کلاه سبز نگاه خلاقانه و توجه به فکرها و راه‌های تازه. و کلاه آبی نگاه خلنگری و ساماندهی. ببینید دوستان، وقتی یک مشکل پیش میاد با بچه‌تون با همسرتون، شما مشکل رو بررسی بکنید از یه چشم‌اندازی که همیشه بررسی می‌کردید، نتیجه‌شو بنویسید روی کاغذی بذارید کنار، بعد ستاتون با هم یا 4تاتون با هم 4 تا کلاه سفید بذارید روی سرتون و بگید این دفعه بیاد از منظر یک انسان منفعل بی احساس مسئله رو بررسی کنیم، بعد نتیجه رو بنویسید بذارید کنار. بعد کلاه زرد بذارید از منظر یک انسان امیدوار و خوشبین بررسی کنید بذارید کنار. بعد کلاه سیاه رو بذارید از منظر یک انسان بدبین نگاه کنید، نتیجه رو بنویسید بذارید کنار. چند بار که شما این کار رو انجام دادید متوجه میشید همیشه غیر از اون راه حلی که شما در نظر گرفته بودید حداقل 6 تا پنجره دیگه برای بررسی یک موضوع وجود داره و این باعث میشه که ما تا حدی از زندان عادتهای خودمون نجات پیدا بکنیم. خب با توجه به حرفایی که برای شما زدم، استفان کاوی نظرش اینه که چون عادتهای ما در ساختن منش ما تأثیر جدی دارن، ما باید تلاش کنیم عادت‌های نیکو رو در خودمون بپروریم. اما این پرورش عادت‌های نیکو باید به شکل پویا، به شکل فعال و به شکلی باشه که شوق و ذوق زندگی رو درک کنیم، نه اینکه ما رو به یک موجود خودکاری بدون آگاهی تبدیل بکنن. از نظر استفان کاوی همونجوری که توی این تصویر می‌بینید، عادت‌ها در مرکز قرار دارن. در اطراف عادت‌ها 3 موضوع وجود داره. یکی دانش. دانش به این موضوع میپردازه که چه کاری باید انجام بدیم و به چه دلیل باید انجام بدیم. اولین مطلب اینه که ما اون کاری رو که باید انجام بدیم پیدا کنیم و شناسایی کنیم و بعد از اینکه اون رو شناسایی کردیم تبیین ازش به دست بدیم، یعنی دلیل انتخاب این کار رو به دست بدیم. در این طرف مهارت ها وجود دارن، یعنی این که وقتی ما کار رو انتخاب کردیم دلیل انجام دادن کار رو هم فهمیدیم، ما باید مهارت‌ها و تکنیک‌هایی رو که برای انجام دادن اون کار لازمه اینها رو به دست بیاریم، یعنی شیوه اجرای اون کار و فعالیت رو پیدا بکنیم. و سوم این که حتما ما باید اشتیاق داشته باشیم. برای اینکه اشتیاق ما حفظ بشه، اون امری که انتخابش کردیم با اصول بنیادین هستی باید هماهنگ باشه. اگر خلاف اصول بنیادین هستی باشه، هیچ گونه شوقی در ما ایجاد نمی‌کنه و خیلی زود شوق و ذوق ما برای انجام دادن اون کار از دست خواهد رفت. اگر ما کاری رو با دانش، با مهارت و با اشتیاق انجام بدیم، به تدریج اون کار به یک عادت ثانویه ما تبدیل میشه و به تدریج منش ما رو میسازه، اما منش درستی که ما میتونیم همه زندگی خودمون ازش استفاده کنیم. و این کتاب انشاءالله میخواد 7 تا از این عادت ها رو به ما یاد بده. این 7 عادت دقیقاً با همین روش طراحی شدن. اول اون عادت ها معرفی میشن، شیوه های اجراش معرفی میشه و بعد اشتیاق در ما ایجاد میشه که اینها رو در خودمون نهادینه کنیم و اینها رو به بخشی از منش خودمون تبدیل بکنیم.